سرخط خبرها. واکنش احمد مسعود و سرور دانش در مورد کشته شدن مولوی مهدی به دست گروه ابو جهل طالبان که خشم همه جهان را برانگیخته است. هشدار وزیر داخلی روسیه و تمام مرزهایش به خاطر سرازیر شدن مواد مخدر به این کشور که شوک دهنده است. طالبان در جشن استقلال افغانستان صدها نفر را لاتکوب کردند و به بیرق همه اقوام بی‌حرمتی کردند. سلام، به سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. وزیر داخلی روسیه هشدار داده است که کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به وقفه ادامه دارد. ولادیمیر کولوکولت وزیر امور داخلی روسیه گفته است که کاشت تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان به وقفه ادامه دارد و صادراتش به چین، روسیه و ایران در حال بی‌پیشینه رو به افزایش است. خبرگزاری سپوتنیک امروز 27 اسفند گزارش داده است که وزیر داخلی روسیه این سخنان را در نشست وزیران امور داخله و امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیان کرده است. سپوتنیک به نقل از کولوکولت نوشته است که با وجود اظهارات اعلام مقامات طالبان، جریان مواد مخدر در افغانستان ضعیف نمی شود. وزیر داخلی روسیه همچنان اضافه کرده است که تولید برخی از مواد و نباتات دیگر از قبیل آمفتافین و ماریجوانا نیز در حال گسترش است. وی گفته است که روسیه می خواهد عملیات مبارزه با مواد مخدر پوتینا را به عنوان بخش مهم از فعالیت های عملی این کشور اثر گیرد. این در حالی است که طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که کشت مواد مخدر حرام است و ممنوع است و اجازه نمی‌دهند که این مواد مخدر از افغانستان به خارج قاچاق شود. خبر بعدی، طالبان تعدادی را به جرم برافراشتن بیرق ملی در ننگرهار و کنر تا دم مرگ لاتکوب کردند. بر اساس معلومات منابع، شماری از باشندگان این دو ولایت که بیرق سیرنگ افغانستان را به مناسبت فرارسیدن استقلال در دکانها و سرکها برافراشته بودند و خشونت طالبان مواجه شده بودند. منابع از ولایت ننگرهار میگویند که طالبان شماری از این جوانان را در شهر جلال‌آباد بازداشت کرده و پس از لاتکوب با خود بردند. منابع می‌افزاند که طالبان تمام بیرق‌ها را در شهر جلال‌آباد گردآوری کرده و به باشندگان این شهر هشدار دادند که در صورت بلند شدن دوباره بیرق سیرنگ مجازات خواهند شد. منابع از ولایت کنر نیز می‌گویند که شماری از باشندگان این ولایت که بیرق ملی را در دکان‌ها، سرک‌ها و موتورهایشان بلند کرده بودند از سوی طالبان هشدار دریافت کردند. با گفته منابع، طالبان با آنان هشدار دادند که دیگر این بیرق را بلند نکنند و به جای آن در روز استقلال از بیرق سفید این گروه استفاده کنند. منابع اما میگویند که مردم محل با وجود هشدارهایی که از سوی طالبان برای استفاده از بیرق این گروه در روز 24 اسفند برای تجلیل از روز پیروزیشان دریافت کرده بودند، رغبت نشان ندادند و در جشن آنان سهم نگرفتند. این در حالی است که در سالهای گذشته در روز استقلال افغانستان شهرها با بیرق سیرنگ تزیین می شد و شهروندان نیز آن را به سر دکانها و خانه هایشان به اهتزاز در می آوردند. در مورد خبر شهادت مهدی مجاهد، نویسنده سرور دانش معاون فراری اشرف‌غنی احمدزی، مطابق خبر نشر شده از سوی طالبان، مهدی مجاهد توسط این گروه به شهادت رسیده است. هنوز برای راست بودن این خبر هیچ سند موثقی از اطراف طالبان ارائه نشده است، اما در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، خطاب به بداندیشان و منفی بافان باید گفت فرمانده مهدی بلخابی درست است که مدت با گروه طالبان بود، اما چند نکته بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد. او بعد از مدت کمی از حاکمیت این گروه از آنان جدا شد. دوم، اندیشه انحصارگرایانه و متحجرانه طالبان را محکوم کرد. سوم، شعار عدالت و برابری میان همه اقوام کشور را مطرح کرد. چهارم، وفاداری خود بر راه و رسم و اندیشه رهبر شهید استاد مزاری را اعلام کرد. پنجم، با شجاعت در موقف خود ایستاد و تسلیم تهدید و تمایل نشد. ششم، اما در عین حال او آغازگر جنگ نبود و بعد از خارج شدن از مرکز بلخاب هم هیچ نوع عملیات جنگی نداشت. هفت، شهادت او در صورتی که
ادعاهای طالبان درست باشد، با مکر و فریب و خدع و با شیوع استخباراتی صورت گرفته است. هشتم، شهادت او بعد از دستگیری و با شکنجه و اعدام صحرایی و بدون محاکمه عادلانه یک جنایت ضد بشری محسوب می شود. اکثر شهدای ما گرچه همیشه مظلومانه و از طریق خدع و فریب شهید می شوند، ولی نام آنان همچون قله های مغرور بلخا و کوه بابا در ستیق جاودانگی خواهد ماند و در تاریخ مبارزات عدالت خواهی مردم ما ثبت خواهد شد و مهدی ده ها و بلکه صدها هزاران مهدی دیگر در این خطه و راه سر بلند خواهند کرد و هزاران زن و مرد شجاع دیگر همچنان پرچم عدالت و آزادی را در اهتزاز نگه خواهند داشت در مقابل قاتلان شهدا و همچنین جاده صافکن ها و جاسوسان و خبرچین های مزدور روسیاه تاریخ خواهند شد. خبر بعدی، واکنش جبهه مقاومت. سخنگوی این جبهه علی میثم نظری تازه گفته است که با تأسف و تعلم گروه تروریستی صفاق و جنایتکار طالبان فرمانده مهدی را به شهادت رساندند. فرمانده مهدی به دلیل تامین نشدن حقوق مردم خود یکی از ناراضی های سرشناس این گروه بود. آنان بار دیگر ثابت ساختند که هیچ صدای مخالفین را حتی کسانی که بدون درک واقعی از ماهیت آنان سالها در کنارشان بوده را برنمیتابند، برگبار میبندند و به این ترتیب صدای عدالت خواهی را سرکوب میکنند و هیچ ارزش انسانی را نمیشناسند. با این واقع علمناک به حافظه جمع مردمان سرزمین ما باید رجوع کرد. زمانی که طالبان در حاکمت قبلیشان استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه را با حیله و نیرنگ با شکنجه فراوان به شهادت رسانیدند، اما عمر این استبداد و سرکوب به سر رسیدنی است. شهادت فرمانده مهدی را و تمام مردمان آزاده کشور و هواداران ایشان تسلیت عرض می داریم. با درود و دعا. علی میثم نظری. این در حال است که طالبان در تلاش شعله بر ساختن یک جنگ خونین قومی هستند. منبع با فرستادن تصویر می گوید که طالبان نزدیک به 50 جوان پنجشیرو را به گونه غیر قانونی که می خواستند به ایران سفر کنند در ولایت هلمند بازداشت کردند و سپس تیرباران کردند. طالبان این مزدور ادعا می کنند که این جوانان عضویت جبهه مقاومت را دارند. افراد ملکی سمت شمال و ویژه ولایت پنجشیر و بغلان پس از روی کار آمدن رژیم مستبد و قومی طالبان هر از گاه به دلیل پنجشیری بودن، اندراوی و خوستی بودن مورد ضرب شتم و شلیک گلوله گروه طالبان قرار گرفتند.